فرزندان جنگ در انتظار صلح. دختر نجیب الله آتش بس شود، پیاده سر خاک پدرم می روم. در این ویدیو گوشه ای از آرزوهای فرزندان جنگ زده افغانستان را خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با گذشت بیشتر از یک سال از مذاکرات صلح میان گروه طالبان و نمایندگان آمریکا در دوحه قطر، مردم افغانستان همچنین این روند را با نگرانی و امید دنبال می‌کنند و چشم به نتایج آن دوختند. این مذاکرات مسیری پرخم و پیچ را پیموده است. تازه‌ترین موضوع مورد بحث در آن کاهش خشونت و برقراری آتش بس است. شماری از شهروندان افغانستان در روزهای اخیر با راه اندازی کمپین تویتری از آرزوها و امیدهای خود در صورت برقراری آتش بس و تأمین صلح در افغانستان گفته است. در این میان تویت های هیله نجیب، دختر دکتر نجیب الله، آخرین رئیس جمهور حکومت چپگرای افغانستان، و عطیه مهربان از فعالان مدنی در کابل که پدرش مجاهد بوده و علیه حکومت نجیب جنگیده، توجه زیادی را جلب کرده است. نجیب الله و برادرش پس از ورود گروه طالبان به کابل در سال 1996 از سوی این گروه به دار آویخته شدند و پدر عطیه در دهه 80 و 90 میلادی عضو نیروهای مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در بدخشان بوده است. هیله نجیب، دختر نجیب الله، در پاسخ به کمپینی اگر آتش بس شود چی میکنید نوشته، او پیاده بر سر خاک پدر و عمویش در منطقه میلن ولایت پکتیا در شرق افغانستان خواهد رفت. متن دقیق هیله این گونه است: پیاده از کابل تا میلن می روم و بالای قبرهای بابایم و کاکایم گریه کرده و دست بالا می کنم و دعا که دیگر هیچ اولاد در افغانستان یتیم نشود. در نزدیکی شهر یک مکتب می سازم و در پوهنتون‌های افغانستان تدریس می کنم. صبح با طلوع آفتاب بر می خیزم و هر لحظه ای از زندگیم را لذت می برم. عطیه مهربان، فعال مدنی در کابل، توییت هیله را بازنشر کرده و نوشته که پدرم علیه حکومت نجیب جنگید، ولی حالا با خواندن توییت دختر دکتر نجیب به گریه افتادم. پدر من در مقابل پدر هیله جنگیده است، اما من با این جمله هیله گریستم. اگر جنگ تمام شود میخواهم تا جای دستم میرسد تبلیغ کنم که هیچ ایدئولوژی ارزش یتیم کردن کودکی را، بیوه کردن زنی را و بی فرزند ساختن مادری را ندارد. کنار هم زندگی کنیم، پهلوی هم دفن نشویم. اما پرویز کاوه، روزنامه‌نگاری، نوشته است: دلم میشه آتش بس بیاید، بیروم نورستان، بیدوم، بخندم، بخوابیم، برقصیم، خوشپلاق بزنیم، ماست وطنی بخوریم، تپه های سبز پر درختش، دریای دیوانش و آسمان عمیقش لمس کنیم، درختهایش بالا شویم، با کبوترهایش آشنا شویم. دلم میشه در کوههای نورستان آواز بخوانیم، چغ بزنیم. دل شما چی میشه؟ در کمال آرامش با اسکل میخرم و تا هلمند و هیرات با اسکل میرانم. بدخشان میروم با اسکلم، تا دی بالا دست میروم که دیوارهایش کوتاهن و مردمش به همدیگر اعتماد دارن. مهمان خانه های چوبی نورستان میشوم، تا جهیل شیوه میدوم، بامیان را مینوردم و شهرستان اگر آتش بس شود. نیلوفر مرادی، فعال حقوق بشر در کابل، نوشته که کاش صلح بیاید تا هیچ زنی دیگر مثل مادر من بیوه نشود. مادرم 6 ماه عروس و 3 ماه باردار بوده که کاکایم را کشتن. او جنرال نظامی بود. کاش صلح بیاید، هیچ زنی دیگر مثل مادر من بیوه نشود. کاش جنگ ختم شود، هیچ زنی مجبور نشود عروسی ناموسی کند. نگین انوری نوشته است: امروز دلم هوای صلح دارد، تا بدون ترس، لرزه و بقره آسمان از خانه بیرون شوم، نسیم پاک صبح قندهارم را لمس کنم، تا دفتر پیاده بیروم، تنها و پیاده رفتن برایم شرم نباشد، طرف آسمان ببینم، از طبیعت شهر جنگ زده لذت ببرم. امروز دلم هوای دیگری دارد. خدایا دخواوری. و
رویا موسوی نوشته است. دلم میشه در دورترین قریه های غزنی برای دختران دسترسی با آموزش را فراهم کنم تا هیچ دختری بی سواد نماند. اما رویای من چیست؟ اگر آتش بس شود دیگر در مهاجرت زندگی نخواهم کرد. به وطنم برمیگردم، گل میکارم، برای انار به قندهار میروم، برای انگور به هرات میروم، برای آبازی در بامیان، برای جلغوزه در جلال آباد، برای میله توت در پنشیر و برای ماست وطنی در نورستان خواهم رفت. پس اگر صلح بیاید آرزوی شما چیست؟ در بخش کامنت این ویدیو بنویسید، شاید ویدیوی دیگری خواهیم ساخت. این ویدیو را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. خدا یار و نگهدارتان.